سلام با 34 ولایت افغانستان و دوستانی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنند. آرزوی سلامتی، صحتمندی، خوشحالی و خوشبختی تمام شما را دارم. آرزو دارم که خوب باشین و خوشحال باشین. لبخند به لبان همتان همیشه وقت جاری باشه. بازم سراچه فرا رسید. من فرهاد رامکیستم. جمعه شب ساعت 7 شد و شما همی لحظه مستطیل طلوع را میبینین. بله دوستان، امشب هم مهمان را داریم با خود که سالهای زیاد در قسمت ورزش کار کرده و یک چهره و یک نام آشنا در بین ورزشکارا و تعداد از دوستان و ورزش دوستان هستند. کسانی که طلوع را میدیدن همیشه برنامه شب نبرد تماشا میکردن. یک داور که همیشه وقت مسابقات مرکزی را داوری میکرد. امشب ما خواستیمش تا قصه کنیم امرایش. بله عزیزم، مهمان ما جناب یوسف محمد، داور ملی و بین‌المللی ورزش مبارزات آزاد هستند. جناب محمد صاحب بفرمایید. السلام علیکم. سلام علیکم محمد صاحب، سرکار خیلی خوش آمدید. سلامت، خیلی خوش آمدید. صحت شما خوب است؟ الحمدلله. روزگار، زندگی، کار همش بخیر میگذره؟ خیر نصیبتون ان شاء الله. طرف شما خیرت است؟ بخیر. والا خیر، خیرت بخیر. چطور است امروز؟ گرمی، آب و هوا و مشکلات دیگر وجود داره؟ الحمدلله، خب حال دمی دو سه روز هوا فضل خدا بسیار خوب شده. خوب شده نه؟ امروز ماشاءالله خوب بود، شمال هم بود، امکان بارندگی هم اعلان کرده بودن که انشاءالله بارندگی می باشه. که توکل به خدا. به شک مشخصا از طرف شب هوا خوب است دیگه. اما شمالک شب صورت میگیره، واقعا فضا را و هوا را تغییر میده. دقیقا در کل ماشاءالله آب هوای افغانستان علی خصوص کابل بسیار یک وقت کم هوا گرم می باشه دیگه. هوا همیشه دیگه خصوصا از طرف شب هوا سرد است. بالای دوستایی که در سمت شمال افغانستان مشخصا بلخ، شهر مزار شریف و همچنان از قندهار خبر دارم که میگن هوا بسیار زیاد گرم است. شما وطندارای من انشاءالله که در امان باشین و از تمام مرضی هایی که وجود داره خود را حفاظت کنین. انشاءالله که فصل تابستان هم تمام میشه و فصل دوست داشتنی خزان دراست. جناب محمد صاحب، بسیار خوشحال هستم که شما را در برنامه دارم. در آغاز از زندگی شما میخوایم بیشتر بدانیم. در کجا زندگی میکنید؟ کجا تولد شدید و چند سال دارید؟ در این مورد به ما و به مخاطبین ما بگین. زنده و سلامت باشین. تشکر. اول خوش سلام مجدد خدمت شما و همکارای محترمتان، بیننده های برنامه سراچه. انشاءالله که جور و صحتمند و سرحال باشین. در حدود 34 سال تقریبا، 44 سال، 43 سال با مثلا. آه مرسیم، 10 سال خورده. 43 سال سن دارم. متولد ناحیه 3 کارته 4 هستم. در اصل ولایت از طرف پدر. از ولایت ننگرهار ولسوالی مومندره هستم و از طرف مادر از مرکز ولایت لغمان هستم. خب لغمانی هم هستید؟ بله دیگه، خب هم از مادر کلان و مادر هم از لغمان. از لغمان هست و پدرمونشان باز از ولایت ننگرهار هست. ولی تولد ما در کابل شده؟ بله، تولد پدرم تا در حدود 120 سال شده که ما در ولایت کابل زندگی میکنیم. خب لغمان رفت آمد دارید؟ رفت آمد بر دو ولایت داریم. دیگه دوستاخ الحمدلله بسیار زیاد است. چون ما یک فامیل بسیار بزرگ و کلان هستیم که همشیران تقریبا ما هفت همشیره دارم و هفت همشیره در هفت ولایت ازدواج کردن. ما در ولایت مختلف دیگه هم رفت آمد داریم، خیشی ها داریم. امیر یکم برادرام الحمدلله تقریبا نو برادر هستیم. یک برادر ما را خداوند مغفرت بساز یک دو سال پیش فوت شد. دیگه فعلا اش برادر حیات هستیم. نام خدا. قبلگاه صاحب چند بار ازدواج کرده بود؟ قبلگاه صاحب خود 3 بار ازدواج کرده بود. خو از دو خانمشان اولاد داشتن، از یکش نداشتن. خو از دو خانم تقریبا 20 فرزند یا 20 تقریبا دیگه 16 17 نفر میشه. نام خدا، نام خدا. بسیار عالی، بسیار عالی. سلامت. و در حال حاضر هم در کابل زندگی میکنه؟ بله
فعلا اون کابل زندگی میکنم. شما در بین ورزشکاران چهره آشنا هستید و اما اگه دوستان داره احترامتان داره، هر جا که از جناب محمد یاد میشه میگه یک شخص بسیار علیم بردبار و خوب است. از کارنامه ورزشیتان بگوین، شما خودتان ورزشکار بودین؟ زنده و سلامت باشین. دوستا علل خصوص مردم افغانستان همیشه در هر ولایتی که ما رفتیم لطف میکنن، محبت میکنن، حمایت ما کردن. در هر جایی که ما را میبینن واقعا همکاری میکنن، یعنی به خود ما را همیشه در جای بسیار بالا واقعا ما را راهنمایی میکنن، میشونن و عزت ما را میکنن که خداوند از پیششون راضی باشه. دیگه ای لطف محبت خداوند میسازد عالم اسباب. این برنامه‌ای که ما داشتیم به نام شب نبرد با همکاری تلویزیون طلوع و لمر و همین دوستایی که در تلویزیون کار میکردن و عزیزایی که همراه ما در سازمان بود، همین برنامه باعث ازی شد که مثل ما و بندهای حقیر ورزشکارهایی که واقعا در گذشته و قدر برشان رسیدگی صورت نمیگرفت، دیگه یا تانستن یک جایگاه را در جامعه پیدا کنه که برای چی ورزشکارای ما بودن که ورزشکارای بسیار خوب مطرح ما ولی داریم از ورزشکارای شب نبرد دادمی هرسه، از داورای ما که تقریبا 4-5 داوره که ما در سازمان سلفسی برنامه شب نبرد بودیم، حالا الحمدلله خوب است. هر جایی که میریم دوستا لطف محبت خدا میکنه. بله، ما در حدود تقریبا 25 سال میشه که ورزش میکنم. در ابتدا ما ورزش والیبال میکردم، در کارته 4 یک تیم داشتیم به نام تیم کارته 4. تمرینات برنامه ما مکمل در جمنازیم پانتون کابل زیر نظر استاد وحید بود. وحید یکی از ورزشکارهای بسیار خوب و والیبال بود که در تیم ملی عضویت تیم ملی را داشتن. رفته رفته باز من علاقه پیدا کردم به ورزش های رزمی. دیگر در اون زمان تو یک متردد بودم دیگر، چون ورزش بود دیگه، ورزش هایی که ما میخواستیم، چون ما فیلم ها رو وقتی که میدیدیم، فیلم های اون رو واندن بسیار، همون فیلم کیک بوکسرش آمده بود، ما دم علاقه کیک بوکس پیدا کرده بودم، دیگه کیک بوکس نبود متاسفانه در افغانستان و قدر. دیگه یک خاطری بسیار خوب هم از دو دارم که چون همی اخلاق خودش باعث هزی میشه که ما همی گرویده از همی ورزش هم شدیم. به می خاطر ما یک روز همی سر بایسکل بودم دمی چارایی پلاسار، یک استاد که همراه ما به صفت داور در سازمان سلفسی آمد به نام استاد نجیب الله سلطانی. دیگه اون وقت ماشاءالله جوانی شون بود دیگه، بسیار موتور از لحاظ هیکل و قد و قامت و ماشاءالله بسیار بلند است. در این چهارای پلوسار که همراه بایسکل زدم، ملامت هم گرچه ما بودم ولی معذرت خواهی کرد، همی اخلاق از این خوش ما آمده میسونه، همی برخورد از این که سعی کردم واقعا پیش خود اگر هم خجل شدم، مگردم با این قد و قامت و با این ماشاءالله خوب خوشتیرام است، اگه این آدم اینقدر یک آدم حلیم و خوب رفتم. من در تصادفی شهر کار داشتم، در صدد از این بودم که یک کلاب را پیدا کنم که از کیک بوکس باشه. یک لوحه در نظرم خورد، در این کلاب که می داخل میشم که همی آدم اون جستاد ها، همون یک لحظه در پیش خود یک احساس کردم که خوب شدی چیز این چیز نگفتی مگه این مرم میزد دیگه. همونجا با استاد شفان رو میکرد طبعا، همونجا با استاد گفتم استاد همی مگر چی پشت گفتم علاقه داشتم که ورزش با کیک بوکس پیدا کنم، ولی همی اخلاق شما، همی برخورد شما، بودم جریان برش گفتم برای یاد شما هم آمد، گفتم همی اخلاق شما مرا واقعا وادار ساخته که ما بیایم دیگه این ورزش در پیش شما شروع کنم. باز من اینجا پیش استاد ثبت نام کردم، از اونجا ما ورزش کیک بوکسینگ شروع کردم. باز الحمدلله با زحماتی که خود ما کشیدیم، تلاشایی که استادم کاریای رم رای ما کرد، ما حدود 7 سال عضویت تیم ملی کیک بوکس داشتم. بعد از اون باز چون ما علاقه داشتم، همیشه در صدد این بودم که باید مطابق روز آدم خدا آماده بسازه، دیگه ورزش مویتای به افغانستان نو به توسط استاد سید رولای حسینی و قاسم حمیدی آمد و ما را دعوت کردن، چون دوستای ما بودن. باز ما تغییر رشته کردم، آمدم در ورزش از کیک بوکس آمدن به مویتای. یک سال عضویت تیم ملی مویتای هم باز خوشبختانه داشتم. بسیار عالی. بعد از اون باز هم همونطور رفته رفته ام ام ای دیگه نو در حالت رشد بود، یک دوستا و عزیزای ما که در گذشته در ورزش کار میکردن. دیگه بعد از اون باز یک روز در جلسه تربیت بدنی المپیک بودیم همراه استاد غلام ربانی ربانی، رئیس فدراسیون تکواندو بود، استاد رولای محمدی. دوستا ما را دعوت کردن که تو یک جلسه هست اگر بیاین در این برنامه. باز رفتیم همینجا همراه جناب کاکایل نورستانی و امانلای نورستانی که رئیس سازمان سلفتی بودن، آشنایی پیدا شد. از اونمونجا به برنامه ام ام ای دیگه رخ آوردیم و آمدیم بخیر
که خوشبختانه تونستیم که تا جای بسیار خوب و تا حدی که امکانات بود با همکاری تلویزیون طلوع العمر و عزیزایی که در سازمان بود برنامه را خانه به خانه حداقل برنامه شده بود که در منطقه همسایه ما شما مثل کشورهای ایران و پاکستان و ازبکستان و ترکمنستان همچون برنامه را نداشت ولی الحمدلله افغانستان یک برنامه بسیار خوب داشت. یقینا سر موضوع صحبت خواد کردیم و یاد از شب نبرد خواد کردیم، اما دوستان میگه باید وقفه بگیریم. عزیزای وقفه بسیار کوتاه را با هم دیگه یک جور تماشا میکنیم، جای دیگه نرین. قصه‌های جناب مهمند بسیار جالب است، منتظر ما باشین. خوش آمدین، بازم تشکر از اینکه طلوع را انتخاب کردین و سراچه را بیننده هستین. و یک تشکری خاص و ویژه داریم از اپی ماسیف انرژی درینگ، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه پس اپی ماسیف انرژی درینگ فراموش نکنین. ما خود میخواییم دوستا، شما رو دلتان، من مطمئن هستم شما میخواید. بله استاد، شما میتونید که استفاده کنید. سلامت باشین، تشکر. باور کنین وطندارا که تغییر ایجاد میکنه و یک باشیمت هر میسازه و پر انرژی تر میسازه تا به خوبی و خوشی برنامه را پیش بریم. جناب استاد، شما رویدادهای بزرگ ورزشی را داوری کردین، از آن روزا قصه کنین، از شب نبرد قصه کنین، از خاطراتی که در ذهنتان دارین قصه کنین، چه اتفاقات را شما شاهد هستید پس از برد و باخت؟ یکان خاطرات حالا بطمان هست در ذهن تا؟ دقیقاً. بله، ما خو بعد از اینکه عضویت تیم ملی محیطای داشتم، باز به صفت مربی و داور هم فعالیت میکردم. خوشبختانه تانستم به یک سفر ورزشی به کشور تایلند داشته باشم، در اوجه سیمینارهای مربیگری و داوری محیطای در اوجه فرا بگیرم. در پولی از او چندین مسابقات و رویدادها را در اوجه ما تانستیم به صفت داور وسط و ججای کنار فعالیت داشته باشیم در بخش مویتای. و الحمدلله در افغانستان هم در بخش مویتای تانستیم برنامه های بسیار خوب داشته باشیم. فلحال هم کلب هم ثبت راجستر فدراسیون مویتای هستک و در اوجه فعالیت دارم. ورزشکارهای بسیار خوب را الحمدلله ما تانستیم. فعلا اگر دوستا انتقاد سرپا نکنه نگوید که بسیار بالا گپ میزنه، من دو ورزشکار بسیار خوب دارم که هر دوی عزیز دو کمربند WMF هست فکر میکنم که از سازمان های بزرگ محیطای هست، یکیش در کشور استرالیا هست به نام سلیمان هاشمی و یکیشون به نام قهرمان شاهین هست که در اسلام آباد پاکستان یا تانستن این کمربند از همین سازمان ها را یا بگیرن در بخش محیطای که تنها ورزشکار های محیطای نمی دو ورزشکار هست که همچون کمربند در بخش پروفشنل یا حرفه‌ای دارن که یک دستاورد بزرگ به تمام مردم افغانستان علی خصوص ورزشکار و همین زحمات را که شما کشیدید بالاشن. بله، که در این بخش ما تانستیم برنامه خوب داشته باشیم. آمدیم سر بخش MMA. در بخش MMA هم تنها داور هستم که تانستیم بیرون از افغانستان در کشور بلاروس در مسابقات سازمان BFC ما داور وسط مسابقات باشم و مسابقات در وجه داوری بکنم. در پولیزو که در افغانستان الحمدلله ما در برنامه بسیار خوب شب نبرد، سازمان TGFC، سازمان PFC، سازمان ZITFC که در مزار است، در این دوستا لطف کردن، دعوت ما کردن، در رامام روشان همکاری کردیم. ولی اصلی منشه و کار ما از سازمان سیلیفسی شروع شده که مدیون همکاری تمام دوستا در ورسه هستیم، علال خصوص کاکایل نورستانی که زمینه بسیار خوبه با همکاری تلویزیون طلوع العمر مساعد ساخته بود که ما تونستیم از اونمونجا رشد کنیم. بسیار خوب استاد، از اینقدر داوری قصه کردین از کابل افغانستان گرفته تا بلاروس و تا جای دیگر که صحبت کردین در موردش، پیسه چطور است از داوری؟ پیسه داره؟ اقلقمنان داره؟ متاسفانه در افغانستان خو یک مشکلی است که جناب رامکی صاحب که ورزش نو در حالت حرفه‌ای شدن بود، در حالت حرفه‌ای شدن بود، خب تغییر آمد و فعلا در یک حالت هستیم که
گفتن هم میدونیم که سبا چی میشه و تصمیم دولت در قبال ورزش چی هست. هنوز مشخص نیست چون شما در جریان هستین که فعلا ام ام ای را بس رسمی اجازه برگزاری برنامه و مسابقاتشان نیست. ولی در گذشته خوب بود چون برنامه نو دولت حرفه‌ای شدن بود که ورزشکارای ما هم یک مقدار پول را از سازمان میگرفتند در قبال برد و باختشان و داورای ما و کسایی که در سازمان همکار بودند هر کدامشان یک اندازه پول برایشان داده میشد. ولی بیرون از افغانستان ورزشکار داورایی که هست یا ورزشکارایی که چون دوجه امکانات بسیار زیاد است در این عرصه و ورزش حرفه‌ای شده همکاری بسیار خوب یک دستمزد بسیار خوبه هم داورا و هم ورزشکارا میگیرن. بسیار عالی. چند سه ورزشکار نام میگیرم به شما از نظر شما یک شب بر ما بهترین اعلان کنین که همیشه همشان میگه که ما بهترین هستیم و قهرمان هستیم. میخوایم از زبان شما که داور ملی و بین المللی هستین از نظر شما ببینیم که کدامش بهترین است. آقای باز محمد مبارز، دوم آقای عبدالعظیم بدخشی، سوم آقای ولی اتک. اول خود جناب رو مکیزه به موضوع قهرمان باید مشخص باشه. قهرمان ما کسی را میگیم در بخش آماتور که وضعیت تیم ملی را داشته باشه این میشه قهرمان، قهرمان امور رشته که هست. در بخش پروفشنال یا حرفه‌ای قهرمان ورزشکار گفته میشه که کمربند یک سازمان داشته باشه. هر سازمانی که باشه دیگه کمربند از او سازمان داشته باشه او رو میشه قهرمان. در غیر از او کسای دیگر اگر شما متوجه باشین که در رویدادها شرکت میکنه مدعی کمربند هم که باشه او رو قهرمان نمیگن، مدعی کمربند میگن. چون کمربند وقتی که در کمرشون بسته شد قهرمانی یا قهرمان از اون وزن میشه. که ما بر از این عرصه بسیار کار هم کرده بودیم چون ما میخواستیم که امی چند ورزشکار رو که هر این ورزشکار رو که شما نامشان رو گرفتیم در بخش خودشان در وقت خودشان واقعا زحمت های خود کشیده در سی تبلیغات برنامه در سی برگزاری مسابقات یا چون هر کدامشان برنامه خود رو داشتن خودشان مسابقه های خوب انجام دادن. خب بعض مسابقه ها مشکلات ها و جنجال های خود می داشته باشه ولی مسابقات انجام دادن و تانستن تا یک حد را ورزش و هند به معرفی بگیره. هلایی که باز سازمان سلیفسی آمد که سازمان سلیفسی یک کار بسیار بزرگ با شروع کرد دیگه به او خاطر باید اول خیلی می قهرمان لفظش ما باید بفهمیم که ما قهرمان کی هستک دیگه یک موضوع بسیار مهم است. فعلا از لحاظ از این که ما بگیم عبدالعظیم بدخشی نسبتاً ورزشکار است که در لحاظ سن سال هم خوب است میتونه که یعنی یک آینده روشن دیگر پیش روی داره اگر واقعا بخواه کار بکنه و یک اراده داشته باشه و با یک برنامه کار بکنه چون از کلی چیز که در مهم یک برنامه و یک مدیر است که برای برنامه را مدیریت کنه و برنامه ریزی کنه یا برای چون سن سالشان همون چیز ایجاب میکنه و میتونه خدا برسانه دیگه. جناب با اوتک صاحب و جناب مبارز صاحب یک از ورزشکارای بودن که در این عرصه واقعا زیاد کار کردن به خاطر ام ام ای. امروز ما بسیار ورزشکارای دیگه داریم به شما بهتر معلوم است که در یو اف سی که بزرگترین سازمان جهان است در اونجا شرکت میکنن و در برنامه‌شون مثل سیار بهادرزاده بود، نصرت اکبرست بود، جاوید بشارت بود، فرید بشارت و دوستای دیگه که حالا مدعی هستن و میخواین که در برنامه های رایابی های از با شرکت کنه ورزشکار هست. ولی در خود داخل افغانستان این ورزشکار های ما را که شما اسمشان گرفتین یا در محبوبیت خاص برخوردار هستن. خلاصه اگر بگوین بر ما این سر ما خلاص نشد قهرمان ورزش مبارزات یک از این سه نفر میتونه کدام تاش بوده؟ تا جایی که من معلومات دارم به خاطر که همشان یا پسوند یا پیشوند قهرمان یا هوادارایشان برشان داده یا خودشان اضافه کردن این موضوع. من خود در ابتدا برتون این موضوع رو واضح ساختم که قهرمان ممکن را میگیم که در یکی از سازمان‌های رسمی معتبر کمربند از او سازمان داشته باشه. اینا چی کرده؟ یا فکر میکنم که کمربند کدام سازمان معتبر فکر نمیکنم داشته باشن. خب من تا جایی که من معلومات دارم والله و علم اگر باشه باشن به ما بگوین خوبتر میشه که ما در معلومات پیدا کنیم. خوب است. بسیار خوب. خیلی بعد از اینکه وقفه را گرفتیم میایم دیگه قصه هم سر قهرمان خواد کردیم و یک قهرمان همراه شما دعوا داشت که اونم امیجا یک دعواش را صاف کنیم. بیاین عزیزای یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم دوباره زود و زود و زود برمیگردیم. We'll be right back.
خوش آمدین عزیزان و یک تشکری خاص از آب 100% طبیعی نتروسی با که با دمای مختلف به بازار آمده. اگر یک بار شما امتحان کنین، من مطمئن هستم که بار بار نوش جان میکنین. نتروسی یک جوس واقعی و واقعا دمای بسیار خوشتم داره. شما میتونین که از دوکانای پلگه کانیتان بخرین، ارزان هم است و نوش جان کنین. ویتامین هم داره و انشالله که مزدارم است. جناب استاد بزرگوار، شما یکی از مسابقات ولی و تک داوری کردید، بعدن اونا داوری شما را نپذیرفتند. آل از اون روزا قصه کنید، آیا داوری شما مشکل داشت و عادلانه نبود یا هم اونا قضاوت نادرست کردن و مول از خونگرم بودن و قضاوت شما را قبول نکردن و شما را اتا جاسوس خطاب کردن؟ اول خوش جناب رامکی سر، چون این برنامه گذشته در حدود فکر میکنیم یک 3 سال سر از این برنامه گذشته. دقیقا. اگر اما اشبالاش بحث نکنیم خوبتر به خاطر از این باشه که چون برنامه تیر شده، دوستا عزیزایی که برنامه را دیدن خودشون قضاوت کرده در ورسه، هم برنامه که ما در گذشته یا بعد از اون برنامه را داوری کردیم ما را هم دیدن و هم مسابقه اوتکس به، چون ما اولین مسابقه اوتکس نبود، مسابقه پیشتر از اون که یک مسابقه داشت اون ما از اوتکس به داوری کردیم دیگه. اگر مشکل می داشت یا جنجال می بود در داوری ما، چون انسان جایز الخطا از او گفتن نمی دانیم، سوی تفاهم یا مشکل یک چیز پیدا میشه می داشته باشه، ولی اگر مشکل می داشتیم باز بعد مسابقه دوم خود فکر نمی کنم که ما رو به صفت داور خود انتخاب میکردن یا اجازه می دادن. دیگه دوستا برنامه را دیدن قضاوت خودن خود دوستا کرده. شما امکان داره در صفحات اجتماعی اکثر عمل مردم را دیده باشین در قبال از برنامه و عرفایی را که او تکس به امروز گفته، دیگه در صفحات اجتماعی تمام چیز واضح است. استاد چند گپ را میخواییم در این برنامه سراچه داشته باشیم. یکی خب گذشت را باید دوباره سرش تبصره شد، به خاطر که حداقل مردم که تا حال نفهمیدن و مو مسابقه را دیدن و بعد از اون نشمار دیدن نجناب و تک صاحب را که در این مورد توضیحات بتن و توضیحات داده باشن، میخواییم که حداقل از این برنامه ببینن. یک موضوعی که استاد، آیا شما فکر میکنین که دموجه شما یک گویا اشتباه داوری کرده باشین مسابقه را؟ بعد از اینکه خودتان در تلویزیون دیدین مسابقه را، بعد از اینکه خودتان پلی کردین، لحظه لحظه شد تماشا کردین، کدام اشتباهی را در داوری خود پیدا کردین؟ برنامه را که زمان خلا شد حتما دیدین دیگه. بله برنامه را خود، چون یک برنامه قسمی که شروع شد از ابتدا خودین در برنامه بودیم الا ختم برنامه، در اوجه چند موارد بود چند موارد بود که در اون موارد ها دیگه زیادتر شد امکان داره فراموش ما هم شده باشه، چون بسیار وقت سر از اون موضوع گذشت. و اما در اون زمان هم واقعیت براتون میگم، چیزی که حقیقت است، ما در اون زمان هم نخواستم، فقط صرف تنها برنامه ایره که ما انجام دادم امروی تلویزیون ملی بود، گفتم چون تلویزیون ملی هست که خواستن ما امروی برنامه داشتیم دیگه. دوستا از هر تلویزیونی که تماس گرفتن، ما به خاطر مصاحبه اصلا نید نرفتم، نخواستم اون برنامه رو ما زیاد چیز بسازیم، سرش بحث کنم دیگه. به اون خاطر در اون زمان اون برنامه که صورت گرفت، ما تمام برنامه را، جریان برنامه را دموران در اول ما به رئیس سازمان موضوع را گفتم، بعد که یک دقیقه وقفه که آمده، چون اساسیت ها را، تمام موارد ها را شما در افغانستان میبینین، دیدین، احساس میکنین که متاسفانه هست این مشکل. و بعض دوستا و عزیزای ما از اینمی اساسیت ها و از اینمی سوی تفاهم ها بسیار منفی استفاده میکنن به خاطر منفعت خودشان دیگه. در او عرصه زیادتر من کوشش کردم که برنامه را به خود سازمان واگذار کنم که خود سازمان در عرصه قضاوت کنه و تصمیم بگیره که شما خودتان شاهد از بودین و خودتان کسی بودین که در برنامه حضور داشتین که خود سازمان تصمیم خود گرفته، که خود سازمان اعلان کرد برنامه را، متوجه بودین دیگه، سازمان خودش اعلان کرد برنامه را.
کیجانانسر که در اوجا بود خود کیجانانسر برنامه را بی نتیجه اعلان کرد. بعد از او خود جناب رئیس صاحب آمد برنامه را بی نتیجه اعلان کرد، تایید کرد اون موضوع را. بعد از او سرحکم مسابقه را خواستن، سرحکم هم موضوع را خودشون بی نتیجه اعلان کرد. ای که بعدا چی برنامه شد و اوتک صاحب چی واکنش نشان داد، باز او سوی تفاهم پیش اوتک صاحب پیدا شد، نه پیش ما. او سوی تفاهم پیش اوتک صاحب بود، جوابدهی از موضوع باید اوتک صاحب می بود. باید اوتک صاحب یکی از ورزشکارهایی بود که سالها مبارزه کرده در داخل قفس. او موضوع رو از امکان داره جاتر درک میکرد، ولی او احساساتش برایش غلبه کرد دیگه. بجای از این که بره طرف برنامه و برنامه را از کسایی که در اوجه مسئولین بودن از وا پرسان کرد، او بالای ما اعتراض کرد، بالای ما اعتراض کرد، ولی ما در اوجه نخواستم، چون برنامه لایو بود، نخواستم که خدای نخواسته یک مشکل یک جنجال پیدا شود. ام بس بایسکل ران است که گفتید نه که امرای بایسکل استاد از زدید و بله او انوز مزرعت هم خواست. بس اخلاق است، اخلاق ورزشی شاید اجازه نداد که دقیقا. شما هم واکنش نشان بدید. جناب استاد، یک سوال که در ذهن من خطور کرده می لحظه، مسابقات که ساخته شده و یا هم جور شده و یا هم قبل از قبل بین دو ورزشکار تنظیم شده و ساختگی است، همچون مسابقات را هم در این طول زمانی که داوری کردید شاید بودین؟ اول خب سازمان های بزرگی کار هیچ وقت نمیکنه، هیچ وقت به هیچ عنوان، ولی فایده را امکان زیادش میره در بین خودم سازش کنن، چون حال دنیا با هم بسیار نزدیک شده، از طریق صفحات اجتماعی بسیار نزدیک شده. تکنولوژی فعلا دیگه فکر کنید که یک ورزشکار در امریکا باشه، در خارج امریکا، یک ورزشکار از افغانستان با ظرف چند ثانیه یکی دیگه خودان وصل میشه، یکی دیگه را میبینه، تمام جزئیاتش رو مقابل یکی دیگه خود پیدا میکنه. امکان زیادش میره ورزشکارا در بین خودان تفاهم کنه، سازش کنه، ولی سازمان های بزرگ هیچ وقت کار خودشان نمیکنه، به خاطر آبروی خودشان، به خاطر آینده و برنامه خودشان. خب یعنی خودتان شاهد نبودید دیگه که در عین حال که داوری کرده باشید دیده باشید که همین دو ورزشکار با هم دیگه ساخت و بافت داره و یک دیگه را خرید و فروش کردن؟ والا میشه، بعض وقت آدم بعضی چیزا را متوجه می باشه، بله بعض متوجه می باشه، ولی ما عرف مثلا یا نظر مثلا خود سازمان ها به هیچ عنوان کار سازمان های بزرگ نمی کنه، به هیچ عنوان. فایترها امکان زیادش میره سازش بکنه. سازش بکنه. 20 ثانیه دیگه وقت داریم استاد، باید وقفه بگیریم. پس از وقفه قصای دیگه هم داریم استاد. وقفه را میبینیم عزیزایم، یک گیلاسک چای نوش جان کنید، بعد از او دوباره برمیگردیم. حتما امرای ما باشین. جناب مهمن صاحب موضوعات دیگر هم آورده امرای خود که با شما و با ما و با هم ماش ما شریک میکنن. وقفه. خوش آمدین عزیزایم و یک تشکری خاص و ویژه از شماهایی دارم که در خارج از افغانستان از طریق یوتیوب برنامه سراچر تماشا میکنین. کومنت های بسیار خوبتان هم میخوانم، پیام هایتان هم میخوانم، قصایی که همراه ما و مخاطبین ما، همراه بیندای ما، همراه مردم ما شریک میکنین، تمام شان هم میخوانم. مهمان هایی را که شما دوست دارین همیشه در برنامه خواستید، کوشش کردیم که دعوتشان کنیم. حالا اگر مهمان را شما دوست دارین حتما بنویسید نامش، حتما دعوتشان خواهد کردیم. و یک تشکری خاص و ویژه اختصاصی از اپی مسیف انرژی درینک دارم، انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. انشاءالله که اگر گاه وقت احساس میکنین که شما کم انرژی استین، حتما اپی مسیف انرژی درینک انتخاب کنین. و واقعا خوش طعم است. جناب استاد، بیاین از خانواده تان قصه کنین. کس دیگه هم از ورزشکار هست در بین شما برادرایی که گفته تشت برادر که در حال حاضر هستی؟ بله، قبلگار خداوند مغفرت بساز امرای جمله مرده مسلمان های ما شما. آمین. حاکی میکدن در زمانش که
بار جوان بودن، عضویت تیم ملی هاکی را داشتن. چون هاکی افغانستان فکر میکنم در اون زمان سرزبان ها بود، یک تیم بسیار خوب قوی داشتیم. و چی اگه انتخاب جذاب هاکی واقعا داشته یا ورش جذاب است؟ در پولیش باز یک برادر ما بود که حال امریکا زندگی میکنه، او هم هاکی میکرد. یک برادر دیگه ما به سویس زندگی میکنه، او هم هاکی میکرد. دیگه خودم باز ورزش های از والیبال شروع کردیم و الای ام ام ای و یک برادرم که از ما که در کوچک در تلویزیون ها فعالیت دارن کار میکنن. دیگه او خودش هم مویتای هم کار کردن و کیک بوکس هم کار کردن. فعلا فرزندهای خودم هم وارم می برام به خاطر ورزش کردن. ولی یک چیز باید حقیقت موضوع رو میخوام امروز دوستا شریک بسازیم، چون ما در داخل کلب هم همیشه با دوستا میگم ورزش نباید آدم چیز قرار بده تمام چیز زندگی خود. چون ما واقعا در یه عرصه بسیار زحمت کشیدیم، کار کردیم. متاسفانه در افغانستان ورزش که هست بیخی به شکل سرگرمی به دولت هست. دولت اصلا در قبال ورزش نه در گذشته نه حاله توجه نمیکنه. به او خاطر همیشه ما برای در کلاس های تمرینی به ورزشکارهای ما میگیم که زیادتر کوشش نهایی خودانا یا باید در عرصه تعلیم بکنن. چون زندگی انسان که تغییر میده درس و تعلیم است. من اولادا رو میبرم و تمرین کردن فقط هدف ما در وجه بر از ما میگم که شما سعدمند باشین و سلامتیشان درس خوب در یاد بگیرین و سعدمند باشین. به او خاطر دیگه در پولی از اون مسائل باز آدم ورزش بکنه به خاطر صحت خودم بسیار خوب است. چون دیگه اگر ما ورزش در حد حرفه‌ای هم رساندیم متاسفانه مشکلات های خود بسیار زیاد داره. چون از لحاظ از اینکه ما فکر کردیم که یک بخش از زندگی ما میشه و یک بخش چون حرفه شده، حرفه پیشه را میگه، پیشه با آدم باید از اون زندگی خود تمام حلال باید پیدا کنه کار بکنه. ولی متاسفانه در افغانستان این مشکل داره. چون ورزشکارهایی که بسیار یک حد بالای خود را رساندن با فایترای ما هم بیچاره با این مشکل مواجه هستن. یک داورا و یک استادای ما هستن، اکثر استادا را که اگر خودشان یک زندگی خوب در گذشته داشته در غیر از او از ورزش بسیار مشکل است که چیز رو بدست بیاره. یقینا وضعیت ورزش در افغانستان چگونه در حال حاضر ارزیابی میکنین؟ آیا شما انتظار دارید که دوباره بازم شب نبرد در افغانستان برگزار شود، رویدادهای بزرگ ورزشی در قلب کابل برگزار شود، بازم ورزشکارا بیاید، بازم مردم لبخند بر لبشان ایجاد شود، بازم با مو شور هیجان این گونه رویدادها برگزار شود؟ اول خواهم این زندگی همش امید است. همین یک ساعت هم اگر آدم احساس میکنه، چون آدم خود از آینده خود نمیفهمه چی میشه، خواهم او رو با امید آدم باید باشه که امید داریم که انشالله که تغییر مثبت بیایه. بله، ما در ابتدایی که جمهوریت سقوط کرد و امارت اسلامی آمد، ما بسیار کار سر از برنامه شب نبرد دوباره همراه دوستایی که در تلویزیون بودن با تلویزیون طلوع و لمر بسیار کار خوب پیش بردیم. برنامه رو تنظیم کرده بودیم که ما دوباره بتونیم مسابقات یا برنامه شب نبرد از طریق تلویزیون نشر کنیم و بگیریم. در اون عرصه ما جوازی که فعالیت ورزش تجارتی خود ما دوباره رفتیم از وزارت تجارت خلاص کردیم، گرفتیم که بیایم کار خود کنیم. خود دوستایی که یه جلسه برگزار شد رفتیم به تلویزیون چیز اداره تربیت بدنی. در گذشته پیش از او با جناب مطمئن صاحب که وقت سرپرست اداره ورزش بود همراه از او شفایی گپ زده شده بود که اون حمایت ما که در ابتدا که شما برین تمام کارهایتون رو شروع کنین، ما انشاءالله مشکل نداریم در برگزاری برنامه‌هایتون. ما چون شفایی بود ما مقدر زیاد برای این موضوع چیز نکردیم، تاکید نکردیم که امیر کتبی به ما اگر میداد خب ما رفتیم سر این کارهای خودان کار کردیم. متاسفانه زمانی که برنامه بسیار خوب پیش رفت ما دوباره مراجعه کردیم به تربیت بدنی. مطمئن صاحب دوجه چون نمیفهم، مطمئن صاحب امرای از ام ای خودشان مشکل داشت و یکی ذهنت سازی هم صورت گرفته بود. انشاءالله که دوستا و عزیزای ما که برنامه رو ببینن آزرده نشه. ما یک بعض مشکلات رو در اداره ورزش در قبال ام ام ای در گذشته هم داشتیم، حالا هم داشتیم. بعض فدراسیون هاست که خودشان ظرفیت برنامه سازی و برنامه رو نداشتن و ندارن دیگه. و برنامه یا رویدادهای ام ام ای را چون امروز در دنیا علل خصوص با در افغانستان ام ام ای بسیار یک جمع کثیری از جوانان علاقمندی برش داره،
ما بسیار رویدادها را در این شرایط فعلی که رسمی اجازه MMA هم نیست، ما در تمام ولایت برنامه برگزار میشه، مسابقات برگزار میشه، غیر رسمی ولی برگزار میشه در خود داخل کابل. ولی این موضوع را دوستا اکثر در فدراسیون ها که بودن نمیخواستم یک کار صورت بگیره، چون زیر سوال یا میمدن که چطور یک فدراسیون یا یک سازمان های شخصی برنامه برگزار میکنه، شما فدراسیونی که حمایت میشین از طرف دولت بودجه میگیرین، شما برنامه ندارین یا ورزشکار ندارین دیگه، به او خاطر یک ذهنیت سازی یا دمی بخش ایجاد کرده در تربیت بدنی دیگه. مطمئن صاحب امرای ما چی بگویم، بدقولی کرد دیگه، اجازه نداد برنامه را، باز ما ماندیم. ولی آله با آمدن جناب عبدالحدود حقانی، کسی که به صفت سرپرست رئیس تربیت بدنی المپیک آمده، و حافظ احمد جان معاون تربیت بدنی، راد صاحب و دیگه دوستایی که در تربیت بدنی فعلا آمدن، با یک چندین جلسه که ما داشتیم ارادهشان بسیار خوب است. از گپایشان که ما میشنویم، جلسات را که برگزار میکنه به خاطر زمین برنامه، ارادهشان خوب معلوم میشه. ولی مشکل باید ما قبول کنیم که میگه چیز آسیا کند است و چیز گندم تر است. مشکل ما خود ورزشکارا داریم، ما خود استادا داریم، ما خود ما کسایی که در فدراسیون ورزش های رزمی هستند، در رهبری فدراسیون ورزش های رزمی مشکل دیگه است متاسفانه، چون و از اونمو بخش سوء استفاده میکنه به خاطر منفعت خودشان. همین چند نفره که میباشه به جز آدمای نیکشان. تشکر. باید وقفه بگیریم، اما پیش از باید بگویم که بسیار محافظه‌کارانه صحبت میکنین و ما رو میبرین به یک طرف که اصلا هر قدر میریم که پیدا کنیم که چی گپ از در ورزش MMA افغانستان پیداش نمیتونیم. پس از وقفه سر این موضوع خواهد پرداختیم. وقفه را میگیریم عزیزا، بخش پایانی برنامه را همچنان فراموش نکنین عزیزایم، 8 دقیقه دیگه ما را تحمل کنین و قصه های جالب دیگه ما باقی مانده. وقفه. بخش آخر برنامه و شما سراچه رو میبینین، ما چند نام میخواییم به استاد بینویسم از چهرهای ورزشی، یک ضعف شانه و یک قوت شانه امروی ما شما شریک کنن. اما قبل از او یک تشکری خاص داریم از آب میوه 100% طبیعی نتروسی که با طعم‌های مختلف به بازار آمده. اگر یک بار شما امتحان کنین، من مطمئن استم که بار بار نوش جان میکنین. نتروسی، یک جوس واقعی. تشکر میکنیم ازشان و استاد زحمت میتیم که بیای به جای ما، میرم به طرف تخته. استاد بفرمایید. استاد جان، اولین نام از چهره خوب و ورزش ما، آقای حسین بخش سفری. حسین بخش سفری واقعا یک ورزشکار است که زیاد تلاش میکنه. خب این قوت چیست؟ بله این حال ضعف شد بگوین؟ ولی یک مشکل دارم که یا در پولیزی که برخاطر اهداف دارم خوب کار میکنه، همیشه برنامه رو خرد فکر میکنن و خودان همیشه در یک چیزی قرار میدن بسیار خود خرد باید بسازن خودشان. این یک کارش که خود دست ورزشکارا پیش میه. خب دومی نام از واحد نژند. نژند صاحبم خوب ورزشکار واقعا پرقدرت افغانستان بود و از هیچ خود تانست که برسانه خوده خواهد زی ورزشکارهای مطرح شوه. در قبال ضعف از این ولد، من شخصا خودم که آشنایی امروش دارم در رفاقت، در تمام چیز ولد یه آدم اگه آدم اینطور مردانوار بوده. خب ولی من در این چیز واقعا نیافتیم. نیافتیم؟ نه، چیز منفی من واقعا دهش نیافتیم. خب آقای باز محمد مبارز ورزشکار ها کلش نام خدا ورزشکار خوب است، هیچ کدامش بد نیست، همشان افتخار آفرین بودن، رفیقای خود ما هم هستن، رفیقای بسیار شخصی هم هستن، اما حتما یک ضعف و یک قوت دارن که به شما بیشتر معلوم میشه. به شما مبارز هم خود اپولیدی که یک ورزشکار خوب بود که در عرصه به حساب MMA واقعا زیاد زحمت کشیده. در مورد ضعفشان دیگه بگویم کمک خودخواستک.
ما گفتم این کمک بی حوصله است. خب ما چیزی که پیدا کردیم بی حوصلگی دایشان. خب خودخواهی یک نظر شماست. آقای ولی اوتک. ولی اوتک هم ورزشکار بسیار خوب است. آی خود خوبی هیچ کدام شک نداره. دقیقاً ورزشکار خوب است. نقطه مثبتش هم همین است که به نام افغانستان می جنگند. خود از یک نقطه بارزشان است. تمام از این ورزشکار های مدده یه اصلا کار میکنه. ولی در سه از این که منفی تقریبا شباهت با حسین بخش ظفری داره. خدایا همیشه اینطور خرد میسازن خودشان. کلانشان هم یه هستن که ما باید میدی بزرگ همیشه کلان فکر کنیم ولی متاسفانه بعض دوستا با دیدید یک مشکله که داره. آخرین نام از آقای زکی رسولی تو باش یک یاد شام کنیم که این نام بیرون از افغانستان است. زکی رسولی که هست یه خود در پولیزی که ورزشکار شب نبرد است یه شاگرد پیش خود اومد از ابتدا تمرین میکنه. چقدر خوب کنار شما بیشتر میکنه. ورزشکار بسیار خوب است، بسیار تلاش میکنه، واقعا همیشه در صدد زمینه است که باید رشد کنه. ولی مشکلی که دارم مشکل یا در نقطه ضعف از اینکه است خدا احساس میکنه که بیرون از افغانستان باشه و قدر زیاد که افغانان سر کار نداشته باشه قدر زیاد تمایل به افغانستان نداره واقعا. اون رفت دیگه حال وقت یعنی یک چیز دارن. بسیار خوب تشکر. بفرمایید پس دوباره از جایتان تشریف بیارین جناب استاد. تشکر از اینکه نظر دادید در موردشان و به همشان چانس خوب میخوایم از خداوند. رفتن ورزشکاران نامدار از افغانستان چقدر بر روحیه شما صدمه وارد کرده؟ تنها بر روحی من نه، به تمام مردم افغانستان هم خصوص ورزشکارا تاثیر منفی داره. خودتان یگان شب کت خود بگین که شاگردم رفت همان دقیقا رومکی صاحب من بعضی وقت در کلاب که میشینم میگم اینقدر تلاش زحمتی که ما در عرصه ورزش کشیدیم ورزشکارا را چون هر استاد که هست زحمت میکشه به خاطر از اینکه ورزشکاراشون که در یک حد میرسه سبا از او ورزشکارا برای جا منفعت برسه. تنها منفعت مالی نیست این معنوی از اینکه مثلا در برنامه شرکت میکنه برای نام از یا افتخار میاره به کلاب از یا این مسائل بسیار رول داره در سه کلاب دوری بیا دیگه از ما که اینقدر زحمت سر ورزشکارا میکشیم متاسفانه ببینی که ورزشکار ما که در یک حد میرسه باز فراموششان میشه. فراموششان نه که میبرن از افغانستان. این خود از یک تاثیر بسیار منفی در قبال ورزش افغانستان داشته علاوه خصوص به استادایی که سر شاگردای خود زحمت میکشه. بسیار عالی. بسیار کوتاه بر ما بگین تال زمینی رفتن براتون فراهم نشده یا نخواستید برید؟ بسیار کوتاه. والا رامکیز ما تا خودم تصمیم قاطع ندارم به خاطر رفتن به خاطر فامیلدار هستیم دیگه نمیشه آدم اولادا رو به کی بانه. خب ابرای اولادا برین. خب باز یک ذره اون رقمی رفتن مشکل است. خب شما هم اکنون که با هم دیگه صحبت میکنیم مصروف چی کار هستید؟ آیا مصروفیت دارید؟ فعلا صرف اون ورزش هست. تایم های مختلف تمرین دارم دیگه دونمو کردیم دوستا و کردیم ورزشکارا و جوانا و نوجوانا مصروف هستیم فعلا. ویژگی یک ورزشکار خوب را امرای ما شریک کنید چقدر اخلاق در ورزش نیاز است؟ ورزش آغازش هم اخلاق است، ختمش هم اخلاق است. باید ورزشکار همیشه اخلاق داشته باشه که اخلاق نداشته باشه ولو قهرمان جهان شوه مردم خوش نداره. ما اگر بر سازمان های بزرگ سعی میکنیم بعض ورزشکارهایی را که در اوج مثال بعض واکنش ها را در فیس تو فیس خدا نشان میده او به خاطر تبلیغات از او نه به خاطر از اینکه اخلاق از او هم تو یک چیز هست. اخلاق از او بسیار خوب اخلاق است ولی به خاطر تبلیغاتشون و بعض کارا را میکنن ولی متاسفانه بعض ورزشکارای افغانستان باز تقلید میکنن و دیگه مو زندگی روزمره شون به مت یک شکل باشه باز او واقعا دردآور است. باز او واقعا دردآور است. دردآور است. ورزش اخلاق است. بسیار خوب تشکر جناب استاد از اینکه به برنامه اومدین. افتخار ماستین شما هم جزء از نخبه افغانستان هستین. خداوند شما رو در امان خود داشته باشه، خوش و آرام باشین با جمع از فامیل و دوستان و خش قومتان. زنده و سلامت باشین. تشکر از شما از همکارای محترمتان که لطف کردین ما رو دعوت کردین. دیگه امیدوار هستم که دوستا و عزیزای ما علل خصوصی ورزشکارای ما که هستن هر کدامشان نور چشم ماست
که آزرده نشه این چیزا یک حقیقی است که آدم باید بگویه، چون ورزشکارا این مسائل باید درک کنن و خودمون همیشه بزرگ فکر کنن و همیشه خود مدیون تمام مردم افغانستان داشته باشن، ملی اندیش باشن، همیشه باید متعلق به تمام مردم افغانستان باید فکر شون و باید باشن دیگه، باید باشن. باید باشن. تشکر جناب استاد، بخیر باشین. تشکر از شما وطن دارایم که تا این دم همراه ما بودین. برنامه‌ی طلوع رو همچنان فراموش نکنین. تا جمعه شب آینده همتان به خداوند می‌سپارم. خوش آرام باشین، موفق باشین، آبتان سرد، نانتان گرم باشه و دسترخانتان هم همیشه از صمیمیت و رفاقت و اندیوالی در او جاری باشه. خدا نگهدار.